بسم الله الرحمن الرحیم. امروز ما شما میریم برنامه اکسل است. میخوانیم و اکسل باز میکنیم. اول تعریف میکنیم که اکسل چی است. اکسل میگه یکی از برنامه های آفیس یا از شاخه های آفیس است که جهت امور محاسبوی و جدول سازی استفاده میشن. یعنی ما و شما میتونیم اینجا جدول های بسیار بزرگ بسازیم و همچنان میتونیم که محاسبات انجام بدیم. محاسباتی که انجام میدیم بر اساس فرمول های ریاضی که و فانکشن های کامپیوتری که ما اون فانکشن هم براتون تعریف میکنیم چی است و فرمول ها هم تعریف میکنیم که فرمول چرا میگه فانکشن چرا میگه تفاوت جدیر بچه هستن گرچن هر دویش این محاسبه میکنه هر دویش یک نوع فرمول هست بگید ما شما برای استفاده میکنیم. اولین بار برنامه رو که باز کردیم باز هم ما شما در صفحه استارتش قرار داریم و این صفحه استارت برای ما نمایش میدین دیگه. ما دوردم داشتیم که میتونستیم را هایت کنیم اصلا نشان نتن. در این قسمت بعضی از تمپلیت های ساخته شده دیزاین شده هست. شما سر یک از اینا اگر کلیک بکنید همون تمپلیت برتان یا همون صفحه‌ای که قبلا یک جدول جور شده فانکشن ها کار شده و فرمول ها کار شده همون صفحه برتان میارن. این صفحه قبل از قبل آماده است دیگه. اگر شما در بالا ببینید این فرمول ها کار شده درسته؟ یا اگر اینجا ما کلیک کنیم اینجا کلیک کنیم حتما فرمول برای ما و شما میاره و نشان میدین که یعنی یک فرمول کار شده. پرسونل منتلی بدج فکر کنم که درآمد ماهانه شخصی رو میگم دیگه. این معنای این کلمه رو درست نمیفهم ولی هم فکر کنم هم یک چیزه. یعنی اگر هم تو جدول اگر شما لازم داشتین اصلا نیاز نیست که برین شما از نو جدول بسازید ساخته شده است میشه که شما فقط ادیت کنید. یا اگر ما و شما بریم اینجا این کم یک مثلا نوشته کنیم که 2500 است بفرمایید نوشته کنیم 5000 امیر کم یه چار میذارم تمام تغییرات شما در اونجا میبینید صحیحه. یا فرض کنیم اینجا نوشته اکسترا این کم مثلا اضافه کاری کردین یا این فام یک درآمدی هم تو در طوری تان خورده در اون جایی همو چی درآمد خود اینجا درج کنیم میگیم که مثلا 50000 دلار یک جای درآمد داشتیم دیگه اون تغییرات در اینجا میاد چون فرمولاش گرفته شده درسته؟ نه دیگه اون قدرم دوست زیاد نیست. خب اگر از این نخواستین میشه شما کاملا یک صفحه خالی رو بگیرین. صفحه خالی رو وقتی میگیرین نوشته میکنه که blank workbook. ما شما در ورد وقتی میگرفتیم چی میگو؟ blank document. در پاورپوینت چی میگو؟ blank presentation. اینجا چی میگن؟ بلینگ ورکبوک. پس ما و شما میفهمیم که فایل های اکسل بنامی چی یاد میکنن؟ ورکبوک یاد میکنن یا بوک یا ورکبوک. این در بالا شما میبینید دیگه. البته اینجا مخفف کردن یا خلاصه کردن گفته که بوک میشه شما ورکبوک بگین میشه که شما بوک بگین. خب من محیط برتان معرفی میکنم. در بالا تایتل بار داریم که امون نام یا امون عنوانی از امون فایل ما و شما در اونجا آمده و بنام بوک هست. تا که شما ذخیره نکنید دیگر نامی دیگر همین بوک یک، بوک دو، بوک سه همیتون می آید و همین بوک به شکل دیفالت از آفیس 2013 به بالا دارای یک دانه ورشیده. اما از اون به پایین شما دارای چند تا ورشید می دیدید؟ سه تا. مثلا شیت یک بود، شیت دو و شیت سه. شیت همون صفحه یکی هستن. مثلا ما شما اینجا نوشته کرده که بوک فکر کنید اگر من اینجا یک چیز را تایپ کنم و برم یک شیف دیگر رو بگیرم این شیف اصلا دیگه خالی هستن و ما این احساس میکنیم که ما امو کتاب ورق زده باشیم دیگه درسته؟ یعنی کتاب ورق زده باشیم اینجا یک ورق دیگه ای باشه. این یک مسئله. و اگر شما اینجا ببینید که بگید که چند تا ورکشیت داریم امی بوک ما و شما دارای چند تا ورکشیت هست به شکل دیفالت دارای 255 دانه ورکشیت هست. اما شما اگر او را برین از آپشن تغییر بدین میشه که از او کرده بیشتر هم ما شما ورکشیت داشته باشیم. یعنی یک ورکبوک ما یا بوک ما دارای یک دانه ورکشیت به شکل دیفالت در این صفحه وجود داره. اما وقتی ما بخوایم ایجاد بکنیم تا 255 دانه ورکشیت یا شیت ما میتونیم ایجاد کنیم که هر شیدی ما و شما دارای یک چی هستن؟ صفحات بسیار زیاد. مثلا ما شما فعلا یک صفحه رو میبینیم و در اینجا دیده میشه. اگر شما خواسته باشید که پایین این موز حرکت بیتیم سیکو بسیار زیاد صفحه کلان است. یعنی شما این قدر میبینید و اگر شما این طرف برین
اما مو رقم بسیار زیاد است. پس ما و شما این توسته میتونیم که امی یک شیتی ما و شما بسیار یک صفحه بزرگ است و شکلش هم شکل جدول در خود داره. یعنی ما و شما تیبل ایجاد نکردیم اما کلن تیبل هستن. اگر شما یک وقت در ویو برین از این اینجا گرید لاین هم پس کنید کمی خطها نباشه، بازم وقتی کلیک میکنید خاصیت چی را داره؟ تیبل داره، خاصیت جدول داره. اصلا دیگه مطرح نیست تو خط وجود داره یا نداره. این خط ها که فقط همون خط های عمودی افقی هستن که از تقاطع از اونا سیل به وجود آمده و ما و شما همون داخل سیل میتونیم که نوشته کنیم. خب پس بیا ببینیم یک بار که انی وردبوک ما که به شکل دیفالت دارای یک دانه ورکشیت هست و ما و شما تا 255 دانه شیت اضافه میتونیم، هر شیت ما و شما دارای چند دانه کالم چند دانه رو هستن. کالم ها توسط حروف نامگذاری شده در بالا. شما اگر متوجه شوین کالم A, B, C, D کل یک چمی رقم آمده دیگه تا کجا را رفته باشن؟ یه تا زن. اما بعد از او باز چی شده؟ دبل شده دیگه نی؟ یعنی A شده و A B شده، A تکرار شده و این رقم اگر شما پیش برین تا یک جایی را میرسین که این دفعه D تکرار شد، C تکرار شد، D تکرار، همونطور E, A درست هم کل یکش تکرار شده تا جایی که شما کنترل میگیرین با ایروکی طرف راست کلیک میکنید در آخرین صفحه، داخلی صفحه میرسید و آخرین کالم، آخرین کالم ما و شما چی نام داره؟ X, A, P, D نام داره. نامش اونمو هستن اونجا در بالا هم نوشته کرده X, A, P, D. خب اگر ما پیدا کنیم که امی یک ورکشیت ما و شما دارای چند دانه کالم هستن، یک تا فنکشن اینجا نوشته میکنیم و رو برای ما و شما پیدا میکنه. مساویر میزنیم نوشته میکنیم کالم، کالم قوس باز، قوسی که باز کردیم گفته رفرنس ایجاد چی؟ رفرنس مشخص بود یعنی منبع. شما اینجا کلیک میکنید و انتر میزنید. این به این معنی هستن که همین جایی که شما کلیک کرده بودین چندم نه کالم هست؟ 16384 نه کالم. ما و شما اینو درک میکنیم که پس همین کالم آخر است و مو خاطر است که میگیم همین صفحه ما و شما دارای 16384 دانه کالم هستن. ایروکی رو میگیرم، کنترل میگیرم با ایروکی طرف چپ در اول صفحه میگیرم. خب روها توسط چی نام گذاری شده؟ توسط اعداد یا شماره 1 2 3 4. این دیگه نیاز به پیدا کردن نداره، آخرش که پیدا کنیم ما شما میفهمیم که چند دانه رو وجود داره. کنترل بگیرین با ایروکی پایین کلیک کنین. خب چند دانه رو هستن که خوانده میتونن؟ نمیبینین؟ هر شما گفتون صحیح هست دیگه. خب 1,485,076 دانه رو وجود داره. یعنی یک صفحه دارای 1,000,000 چند دانه رو و دارای 16,000 چند دانه کالم هست. پس ما اینطور در نتیجه اینطور نتیجه میگیریم که یک صفحه ما یا یک شیر ما و شما دارای چندین دانه ایفور هست که شاید بیش از 1,000 دانه ایفور یا چند هزار دانه ایفور باشد یک دانه شیر ما و شما. این حال اگر ما برم یک شیر دیگر ایجاد کنم یه هم با مو تعداد هست و اگر یک شیر دیگر ایجاد کنم و هم با مو تعداد کالم رو دارد. پس ما و شما هر چقدر جدول های بزرگ هم داشته باشیم کم نمیاریم دیگه، نه از صفحه کم نمیاریم. با مو خاطر است که شما هم اول که شروع میکنید تو چایت کرده میرین هر چقدر که جدول زیاد شده بره شما هیچ مشکلی نداری چایت کرده میرین دیگه. مثلا درآمدی ده ها سال هم شما چایت کنید او دیگه کم نمیشه. خب خیر است یک وقتی با دوست درآمد آفرین. نتایج کانکور که اعلام میکنن سعی میکنید دمی جدول هستن دیگه، نه جدول یک دیگه. خب اینا رو دیگه بینین بیاین سعی کنید دوستا سیل توسط چی نام گذاری شده؟ که گفتم میتونم؟ سیل. مثلا ما گفتیم کالم ها توسط الفبای بزرگ انگلیسی نام گذاری شده و روها توسط اعداد نام گذاری شده. سیل ها توسط چی نام گذاری شده؟ توسط کالم و رو. این اینجا نام شده گفته بریم ها سعی کن گفته که دی سه ای یک ای مثلا چار سی اف سی از کالم گرفته شده، اف در چی گرفته شده؟ از رو. اینجا کلک کن که از کالم گرفته شده، پنج از چی گرفته شده؟ از رو. اینجا کلک کن ای یک ای از کالم گرفته شده، یک هم از رو گرفته شده. و همین سیلی که شما کلک میکنید دیره به نام اکچیف سیل میگه.
یعنی قسمت به نام نیم باکس میگن. اون نیم باکس یعنی نامی از همون سیل در موجه میگه. و چرا این سیل میگه سیل اکتیف؟ به خاطر که امی لحظه فعال است و ما و شما میتونیم رویش کار کنیم. هر وقت که تایپ بکنیم کارسر نامده دیگه در موجه نمیستی برنامه اکسل یا مثل برنامه پاورپوینت چی برنامه ورد و پاورپوینت نیست. ما شما وقتی تایپ شروع میکنیم از همون سیل شروع میکنیم به این شکل سکن در سیلی که باشید دیگه. اگر شما این جدولایی که در اونجا ساختین در اینجا بسازین خیلی راحت میتونید، چون اینجا هم سایز ها رو بسیار خوب میتونید منظم بکنید و هر جایی هم که تایپ بکنید دیگه اون طرفی طرف نمیرن دیگه. شما عکس که وقتی وارد میکنید در هر جای خواسته باشه میتونه منظم بشه، هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه بهتون. اینجا میتونیم بریم اینجا دیگه راحت میشه بکرده، خیلی راحت خود میشه. خب یعنی قسمت نیم باکس میگفت اینجا را به نام فرمول بار یاد میکنه. فرمول بار جایی که فرمول ها را نشان میده. ببین من روزم برای دوستا کم تعریف کردم بدون گفتم یک عدد اگه ما تایپ کرده باشیم ما بخوایم اینو جمع بکنیم، این حال ما یک با یک فرمول امیر جمع کردیم که چند شده؟ 1094. امیجا اگر شما ببینید هیچ فرمولی را نمیبینید، هیچ فرمول نشان داده نمیشه، ولی در بالا اگر ببینیم میگه که شما مساویر دادین، سم نوشته کردی، قوس باز کردی، از ای 6 تا ای 18 را چی کردی؟ انتخاب کردی. این ای 6 تا ای 18 تا این قسمت اینه ای 18. پس ما میفهمیم که از کجا آمده. اگر خواستیم که فرمول در اینجا ببینیم یک دبل کلیک، وقتی دبل کلیک میکنی این همونجا فرمول برد نشان میده، حتی همون جایی که شما کار کرده بودین اون را انتخابم میکنم. مثلا من اینجا نوشته میکنم که سم قوس باز میکنم امیر کلگیش رو میخوایم اینجا جمع شد، این چرا میذارم در اینجا جمع شده. بازم اگر من اینجا ببینم فرمول در اونجا نشان داد، دبل کلیک کن حالی میگه که اینجا شما اونجا جمع کرد. صحیح سم؟ یا بفهمیدین؟ مشکل نداشتین در معرفیشی؟ خب شیت ها دیگه اضافه کردن آسان است، فقط دیدیم اینجا که می کلیک کردین نیو شیت یک دانه شیت اضافه شده میره. این شیت ها را شما میتونید در بین یک دیگه ارتباط بدین. مثلا چه رقم شما رفتین در اینجا داشتین سیلری، در اینجا داشتین مثلا اوور تایم، درسته؟ اوور تایم سیلریش مثلا اینی قدر بودن. خب اضافه کاری هم برش میگیریم، مثلا میگیم که اینی پرکتیس ارزی زیر جمع میکنیم. وقتی میخوایم جمع بکنیم میشه که من میره بخی در چی جمع بکنم؟ در اون شیطی دیگر جمع بکنم. یا اگر همینجا جمع بکنیم مساوی رو میزنیم ایره جمعی ازی میگیریم، بعد از همینجا میکشیم تا اینجا رو و مجموع زیرم در اینجا. مثلا ما شاید یک جایی بنامی توتال تلری داشته باشیم، نه؟ که بگیم سم قوس باز کنیم کل دیگه زیر برای ما جمع کنم. اینی رو من میخوایم که در اینجا اتفاق بیفته. اینجا شاید ما داشته باشیم یک جای بنامی توتال تلری، تمامی سیلری است و در اینجا مساوی رو میزنم سر ازی رفته اینجا کلیک میکنیم یک انتر. یا دیگه ما شما میبینیم که او از اینجا در اینجا انتقال کرد، کاپی و پیست شد. اما قسمی کاپی شده که لینک داره، ارتباط داره. شما اینجا ببینید نوشته است کرده که 6230. اگر من در اینجا برم یک تغییرات بیارم، مثلا اینجا بگم که سیلری ازی بوده چند؟ 90. از این هم 90 نبوده چند بوده؟ 800. تا اضافه شد دیگه در اینجا نه؟ شما اگر در اونجا ببینید 7750 باید شده باشم. یعنی ارتباط داده میشه در بینید. کلگیش شما میتونید که ارتباط بدین در هر تغییراتی که در اوشید میارید در اینشید هم شما میتونید که او را داشته باشید. این هم تو یک معنا داره. شما میرین اجناس در یک جای ثبت میکنید، نام جنس چی بوده، مثلا چقدر او فروخته شده، چقدر شما خریده بودید، چقدر مفادش شده، چقدر قرضداری، کل حساب کتابش در یک شده. اما آخر تمام حسابی که مجموعی از این مثلا میگیم مجموعی حساب ها تمامش در یک حساب است، مجموعی نوتبوک ها در یک حساب است، مجموعی مثلا کامپیوتر ها در یک حساب است، کل یکش اونجا توتال شده و در اونجا تغییرات شامل است، تمامش هم منع شده، ضرب شده، تقسیم شده، هر کاری که شما کردین اونا دیگه سرش اپلای میشه و اجرا میشه. شما اینو ندارین که مثلا علی تو دم هر چیز رو دم خود جدولش ببینید، مثل یک دیتابیس جور میکنید، مثل یک دیتابیس. شما میرید جدولا را فرض کن نمرات شاگردارم در هر جای جدا جدا دارین
میرسانید نمرات شده. نمراتی که رساندی از امون نفری را که رساندی از امون باید بره به یک شوقه از او در این قسمت باید درد شد. شوقهش در اینجی جور شده. و حاضری شده مثلا شما فرض کن از چند ماه حاضری گرفته که چندین دانه شیط بوده. شاید نو ماه درس دادیم در امون نو ماه نو شیط بوده. در هر شیط شما حاضری دارید. از امون جا جمع کرده تمام شده آورده بالاخره در اونجا جمع کرده که حاضریش چند شده. صحیح است چقدر غیر حاضر شده. تمام دیگه پارا شما در اونجا جمع کرده. یعنی هم از ارتباطاتی که اگر شما خواسته نیره شیطها رو در بین یک دیگه ارتباط بدین. و باز هم ما شما مثل دیگه برنامه های تلبار داریم، کویک اکسس تلبار داریم، چیزهایی که ما شما لازم داشتیم، نه که زود در اونا دسترسی داشته باشیم، در این قسمت قرار میگیره. ما تب ها را داریم، امزو هم تب تا چی را داریم؟ تا بیو تب ها. و اتفاقا همینجا کمی کلیک کنم، احساس میکنم بعضی چیزهای دی آشنا هستیم، مثلا ریویو، مثل ویو، ولی یک تفاوت هایی داره دیگه، اونقدر مشابه نیست. مثل که من پاورپوینت همراهی ورد خیلی مشابه بود، این کمتره. باز ما شما اونا رو میخوانیم. و یعنی جمع ما شما سه نوع سفره داریم. تک یکی نرمال است، یکم به شکل پیج بیاورد است. ما شما اینجا کدام صفحه A4 میبینیم که مشخص شده باشه برای ما؟ نه. شما فکر کنید یک جدول را تایپ کردی اینی قدر. جدول شما اینی قدر بوده. و امیرم نوشته کرده باشیم که کامپیوتر. خب. این حالی من میخوایم امیر رو پرین کنم. من نمیفهمم که واقعا امیر یک صفحه A4 قرار گرفته یا نگرفته. من اینجا یک شکل های صفحه دیگه دارم. پرین لیاوت که کلیک کردم باز برای من مشخص میکنه. میگه نه. این در دو صفحه پرین میشه. یک صفحه رو پر میکنه و چهار کالمش میره در دیگر صفحه. این حال هست اگر من پس سری نارمالش هم کلیک بکنم یک خط برای من انداخته در اونجا اون خطش. دیده میشه دیگه. صفحه های A4 مشخص شد. و سایزش اگر تغییر دادی بازو تغییر میکنه. مثلا تو برو میره A3 جور کار زمینجی. A3. سعی کن اینه دیگه آمد. این حال اگر شما اینجا هم کلیک بکنید میگه در یک سطح A3 جای میشه که هیچ یک دانه کالم دیگه هم جای داره باز. صحیح؟ یعنی ما همون سایزی که میگیریم دقیق در زمان سایز برای ما چهار شبکات جور کده میره. اگر این صفحه به انتها را دیگه ما نمیخوام که از کجایش پرین بکنیم. یک ماشین چاپ هم وجود نداره نه؟ اگر وجود هم داشته باشه یک سری از او باید در تانکل یک سرش باید زمین باشه. تا که پرین کنن دیگه. همون تو میشن. بسیار یک صفحه بزرگ است. و دیگه داریم که گفته پیج بریک پریویو. برای ما پریویو بکو اما بریک کو قیچی کو از همون قسمتی که نوشته داریم. سعی کن فقط اون جایی که نوشته دارین اون رو میگیره دیگه جایش نمیگیره. اگر تو بکشی یعنی اش خالی است دیگه. اون صفحه 2 صفحه 1 هم برای مشخص کرد. یعنی ما و شما تنها در صفحه 1 ترن میکنیم. بریم یک دفعه در سایت صفحه 4 بگیر اینا رو سکی نه میگه صفحه 1 صفحه 2 فهمیدین؟ این بریک پریویو است. بریک پریویو بعد کتار ما دیدیم دیتابیس که جور میکنه تنها یه در بریک پریویو چون یک کمک زوم اوت شده من زوم این بکنم اینی تو حالت کار میکنه. در این حالت یک خوبی داره و او خوبیش هستن که مشخص فهمیده میشه که شما دیگه اینجا کدام چیزی دیگه ندارید. فقط یعنی جدول خلاص که کار میکنه. اگر نرمال بگیم حالت نرمال است شما میتونید که در اینجا هر رقم صفحه هر رقم مثلا جدول دیزاین کنین. امکان داره که 4 دانه جدول در یک صفحه داشته باشیم، نه اینکه مثلا هر جدول در مختلف صفحه. حتی میشه ما حاضری هایی که میگیرم کلگیش هم تو به ترتیب در یک جای بگیر. مثلا همین تاریخ که اینجا کمی اد کنم از یک تاریخ در نوروز شروع کنم و این تا چی؟ تا آخری خلق میشه؟ تا آخری خلق هم تو مکمل دیگه حاضری باشه و جمع زر تقسیم شما میشه چون جای داره دیگه مشکل نیست. ترین وقتی نکنم در اینجا جای داره. اگر ترین کنید دیگه اونمو یا A4 یا A3 یا هر سایزی که شما ترین میکنید. صحیح تا؟ خب از این گفا میگذاریم میریم که امی شکل موز برای شما معرفی کنم در اینجا. شکل موز در اینجا چند تا هستن؟ چند رقم هستن؟ صحیح کنید دوستان؟ ما یکی ایلی شکل داریم میره میگه سلیکشن. شما وقتی یک جای رو انتخاب میکنید باید باینمی شکل انتخاب کنید. و اگر من اینجا نوشته کرده باشم که یک، اینجا نوشته کرده باشم دو، یا دیگه وقتی من اینو سلکت میکنم باید باینی سلکت کنم. این تو نشه که یک وقت این باینی علامت سلکت کنم. میره اگه کش کنم سلکت که نمیکنه هیچ هنوز یک ایرور هم میتن دیگه. و شما بهتره که توسط علمی سلکت کنید. هر جایی که داشته باشین ارزش سلکت. یک علامه دیگه که اینی رو داریم ما. این سریعتی خط بیاریم اینو میگه موو. و شما میتونید که موو تول هست دیگه. شما از اینجا گرفته به یک جای دیگه برین حال. یعنی شکل.
میشه دیگه در سری خط که ببرین اونو علامه میه. این یعنی علامه جمع بزرگ است، یعنی علامه است. من خود میبینم یا من نزدیک هستم. خب یعنی علامه رو باز میتونی از اینجا از این گوشن بگیرین. این علامه جمع به این شکل خورد و شما این رقم اگر بکشین، اگر مسلسل باشه مسلسل میاره، اگر تکرار باشه تکرار میاره. صحیح کو؟ این مسلسل شده. ولی اگر نوشته کنیم 4 تا یا نوشته کنیم تنها یک یا دو، یه دیگه تکرار است دیگه، چون یک تاست. اگر نوشته کنیم احمد، احمد یک تاست، احمد چی میکنه بریم؟ تکرار میکنه. اگر نوشته کنیم که احمد، نوشته کنیم محمود، همی اردم خوب معروف شده نمیشه با هر جای نام نزنی اردم میگره. یال سیکو یه دیگه چی میشه؟ مسلسل میشه. یعنی یک دفعه احمد، یک دفعه محمود. اگر اینجا باشه که مثلا اکسل، اینجا نوشته کنیم که چی؟ اکسیس. و اینجا نوشته کنیم که پاورپوینت، باز یال چی کار میشه؟ باز هم مسلسل میشه. اول ازش انتخاب بکنید. بعض کسار ما دیدیم میگه استاد ما شما اینجا کش میکنید نور پایین مسلسل میکنید، ما که هرچی کش میکنیم هم یک شده میابرد و اینت کش میکنم، اما آخری رو انتخاب میکنه پایین میکش و بهتر عرفیه شده. درسته؟ چون باید فهمیده شون که شما 3 تاره میگیرین، 2 تاره میگیرین، 1 تاره میگیرین، بموشه. صحیح شد؟ اگر این انتخاب بیتین انرژی اینجا گرفته، انرژی بغلش این طرف بکشین نان انتخاب بیتین. و اگر بخواید که پاک کنید، خب اون یک دفعه کلیشن انتخاب کردید، یک دلیت کار داد. صحیح ده؟ یعنی دلیت بکشید. خب دیگر چه داریم؟ دیگر اگر یعنی جای نمیشه، صحیح کنین عرض کالم ها خورد است، نه از اول. اول یعنی شکل دیفالتش اینی قدر است. یک بار یک دبل کلیک اینجا بکنید و عرض خود فیکس میکنه. اگر اینجا دبل کلیک دینی قسمه. و اگر اینجا دبل کلیک کردین فیکس میشه. اگر یه رقم که نکردین باز میشه از یعنی اینجا بگیرین با ماوز این تو بکش دیگه، یعنی قدر کلان میشه جاش. یعنی فرق ندارن به اندازه ای که شما میخواین. البته باز بعدا با عدد هم میخوانیم که چطور خود ما بریم از اینجا و کالم بیاد بگیم که چقدر باشه، یعنی خود ما فیکس میشه. صحیح شد؟ خب میریم یک عملیه چارگانه رو کار میکنیم امروز. بس است. مثلا نوشته میکنم یک دو، یعنی تو میکشم پایین. اینجا هم فرض کنم نوشته میکنم که در این طرفش نوشته میکنم، نوشته میکنم عددی 64، یک عدد است و این عدد تکراری است. خب منظور این رو دارم که میخوایم میمی 64 تقسیم جمع از اعداد بکنم، تقسیم از اعداد بکنم، ضرب از اعداد بکنم، پیسا با می اعداد ضرب بکنم و میشه که امی اعداد از او منف بکنم. یعنی کار میتونم اول میگم ادیشن یا مجم، میگم که سبترکشن و میگم مثلا ملچی پلای، میگم دیویژن. درسته؟ خب اول جمع میکنیم. سعی کنین ما به دو شکل میتونیم که اعداد در روی اکسل جمع بکنیم، هر اعدادی که باشه. یک وقت نیستی ماشین حساب کار میتونید، میگی مساوی اعدادی 64 جمع اعداد 1، یعنی چرا میزنیم برای جمع میکنیم. این رو مثل یک ماشین حساب کار کردی دیگه، عدد خود چای کردی، علامه رو خود چای کردی، کارم خودی در گفته اجرا شود. مساوی سیستا میگه 64 عدد رو چای میکنی جمعی مثلا 1. درسته؟ یعنی چه رو میذاری؟ خود جمع میشه. من اینا رو در نظر نگیرم، خب اینا رو در نظر نگیرم یه عدادی هستن که مثل یک ماشین حساب استفاده کردی. باز اگر باری که بزنی مساوی اینجا کلیک بکنی، این شکل دو میشه که ما و شما از اکسل هم استفاده به این شکل میکنیم. یعنی میگیم که 64 بعد از اون میگم چی؟ جمع. علامه جمع از اینجا میزنم، باز اینجا کلیک میکنم، میگم جمع یک شود، انتر میزنم و جمع شد. فرق نشده در حاصلش کدام تفاوتی نامده، اما این کاربرد داره و این دیگه کاربرد نداره. او یک عدد است که من میتونم که در ماشین حساب جمع ضرب تقسیم بکنم. باز یاد میایم از این قسمت میکشم، به نظر تا تکرار میکنه یا مسلسل میاره یا چکار میکنه؟ کدام جمع میکنه؟ بله، چون یک تایش رو ما و شما جمع کردیم و دیگه خودش معجزه میکنه. از اینجا بکشین پایین؟ نه نه، برای شما جمع کرد. درسته؟ فرض که 64 جمع 2 کرد، 64 جمع 3 کرد، 64 جمع 4 کرد، کلگی شدن این کار رو برای ما اجرا کردن. خب من میاریم اینجا یک عملیه دیگه، میگم 64، این دفعه علامه منفی رو میزنم و میگم که منفی یک.
تابعی رو اگر پایین بکشیم چیکار میشه؟ بازم همو عملی منفی رو اجرا میکنم. اگر اینجا بکنم مساوی 64 ضربی 1 علامه رو خودیم از اینجا میزنم خب؟ و این رو بکشیم. این شد دیویژن. مثلا بگیم 64 تقسیمی 1 میشه دیگه نه؟ و میشه کنم. شما هم عملی تقسیم انجام دادین همین. این حال بیاین اینجا سعی کنین. ما 65 گرفتیم. در بالا چی نوشته است فرمول؟ در فرمول بعد گفتم مساوی دی دو جمع ای دو کردین شما. ای دو چی بوده؟ دی دو چی بوده به نظرتان؟ دی دو اینی 64 بوده که 64 او در قصهش نیست. او در قصه عزیزتن که همین دی دو چی هستن؟ سیلی آدرسی از همون سیله برای ما و شما جمع کرده. اینال خوبی که دارم این فقط و فقط همی آدرس هم میگیره. وقتی تو میگی سر سعی کن در کلگی شما تغییرات میاید، چرا که تو دمو آدرس هر عدد را که میندازی اونمو عدد جمع میشه. اگر این آدرس هم میگیرید و خود 64 هم میگیرید، اون زمان بود که دیگه شما اگر تغییر میدادین و دیگه در اینجا تغییراتش نمیامد، چون نمیفهمید که من چی رو تغییرات میارم. یعنی میفهمم چیز رو میفهمم، میگه هر چیزی که در دی دو تایپ بود و هر جمع بکن، جمع هر چیزی که در دی در ای دو بود، هر چیزی که در دی دو بود و هر چیزی که در ای دو بود در دوش جمع بود. اگر اینجا من میگی شما گفتین دی دو را منفی ای دو کن. اگر این گفه نمیگفتی برعکسش کار میکردی سعی کن. شما اگر وقت میگین که یعنی را منفی چی بکنم؟ منفی دی. یعنی چی معنا میده؟ ای دو منفی دی دو دیگه برعکسش میشه دیگه، منفی برشته میره تا فهمت؟ وانا دیگه همین کار کردم. و اگر شما باز گفتین که نه این اینجا تقسیم خود عملی ضرب و جمع خود تفاوت نداره، نه ما خاصیت هایی داریم، خاصیت تبدیلی داره او. اما اینجا خاصیت تبدیلی باز برای تقسیم و من یا تفریق فرق میکنه دیگه. شما اینجا باید بگین کدام عدد تقسیم کدام عدد، کدام عدد گفتین؟ دی دو. هر چیزی که در دی دو هست تقسیمی چی کن؟ تقسیمی دو کن. درست است؟ و این که ما پایین میکشیم دیگه خودش انجام میده، او دیگه یکی از خصوصیات برنامه اکسل است که خودش حد میزنه. بعد از او اگر عددی باشه دیگه برو خودش رسومات عملیه را مطابق هم فرمولی بالا اجرا کرده میره. البته هم ما شما میتونیم این تا کار بکنیم. سعی کنین یک چیز بیارین در قسمت فرمول بار. ما شما اینجا کالکولیشن داریم به شکل مینول باشه. اگر مینول باشه اینا رو بکشین پایینی را این دیگه اجرا نمیکنن برای شما، فقط همون چیز رو میگیرن. اما 64 یک دفعه که اجرا شده دیگه دیگرهاش رو اتومات خودش اجرا نمیکنن. اینا رو ما شما لازم داریم که یک دفعه بریم بگیم کالکولیت نو همین لحظه بریم اجرا کو اینا اجرا میکنن، یا بریم و از اونجا این آپشن چه تغییر بدیم اتوماتیک کنیم و از اینجا بکشیم پایین اجرا کنه برای ما دیگرهاش. اینا رو سعی کنیم تنها اینجا نیست دیگه، ما می 64 و 20 و مثلا هر چندی که هست میخوایم که تکرار کنیم. یعنی زیادیش میگیرم کشف میکنیم تکرار میشه، ایش تکرار میشه ایش مسلسل میاد چون مسلسل است دیگه خودش فهمیدنش. و یعنی اعداد هم میخوایم که چیکار کنم؟ کدام عدد است؟ این یک عدد تایپ شده 64. میشه ما هر عدد دیگه رو بگیرم اینجا خب یعنی می هر چهار شه انتخاب میکنم یا یک شده بکش پایین جمع کرده میره دیگه. اگر تیش رو یک جا یا هر چهار شه یک جا هم بکشین پایین کلگش رو عملیه رو اجرا کرده میره تا که اونجا یک اشاریه چند بسته سیسته اجرا کرده میره تا آخر، تا هر زمان تا آخری سفر هم شما پیش برید و دیگه خودش رو تمام اجرا کرده میره. به همین خاطر است که وقتی شما میرین یک عملیه رو پیش از پیش جور کرده میمانید این تو میگین سیکو مثلا میگین که اینجا باشه سیلری همین مثال پیش در بیستم، یا این تو بگید از همینجا مثلا میت از ریاضی چند گرفته، از دری چند گرفته درسته و از انگلیش چند گرفته و از اینجا چی شده چوچل تمامش چند شده. این حالی تو میگین میگین اینجا من میرم مساوی رو میزنم ایره جمعی از یه عدد جمعی از یه عدد میزنم. وقت ما دو تا رو جمع کردیم سه تا چهار تا هر چند رقمی که باشه شما جمع کرده میتونید دیگه. از اینجا بکشین ایره پایین تا آخری سفر فکر کنم تا آخری سفر کشتی این حال خوبی فقط صفر آمده نه؟ شما به من از این یک عدد چای کنی یک نفر بگه که 80 گرفتن از ایش مثلا 50 گرفتن از ایش هم فرض که 70 گرفتن تمامش جمع میشه.
پیش از پیش جمع شده میرم. مثلا یک کسی به نام ناظر یعنی قدر گرفته، یه قدر گرفته، یه قدر کلگیش جمع میشه. اگر پرسنتیجی باشه، اگر فرمول های دیگه شما ذکر کرده باشین، اونا کلا اجرا شده میاد. و این خاطر رو میگم مشابه چی هستن؟ دیتابیس. اگر نه دیتابیس این رقم ساخته نمیشه، ولی مشابه با اون دیتابیس، یعنی پیش از پیش فرمولا ساخته میشه، جور میشه. شما وقتی اعداد یا مو دیتا رو وارد میکنید، اتومات سر از اون عمله اجرا شد. فهمیدین؟ خب، یعنی چهار تا گپ که ما شما داشتیم. شما دیگه اینا رو برین چند ها عدد با هم جمع و ضرب و تقسیم، مثلا من اینجا عدد دارم، اینجا عدد دارم، باشه که امیر پایین بکشیم، اینجا مثلا چند عدد دارم، اینجا مثلا چند عدد دارم، اینجا هم فرض چند این عدد دارم. خب اینا رو چیکار میکنیم؟ مساوی میگیم ای را ضرب و همراه از این و جمع از این و تقسیمی مثلا نه درسته؟ این چه را بیزن؟ باش که اول همی این سه اگر دادی بزرگ پایی شده. خب در نظرتان کدام اول اجرا شده؟ کدام اجرا میشه در فرمول؟ جمع بود، ضرب بود، تقسیم هم کدام اول اجرا میشه؟ اون در بالا ببینیم سی ضربی، سی دو ضربی جی دو شده، جمع ای دو شده، تقسیمی ای پی دو شده. اول کدام میشه اجرا میشه؟ اول ضرب اجرا میشه نه؟ اول جمع میشه؟ پایینا میگه اول جمع میشه. باش ریاضی خیلی کسا رو از چکل اصلا چما بودید؟ اول تقسیم میشه. تا دیگه که میگم اصلا چما بودید؟ دی خواستان هست دیگه ای ها؟ چی؟ اول ضرب میشه. دیگه چی میگه؟ اول ضرب. چرا اول ضرب میشه؟ خب ما شما یک چیز داریم به نام حق تقدم که میگن نه؟ میگه اول چی باید اجرا شوه؟ در یک عملی چارگانی ریاضی اگر باشه یا حتی تاوان هم داشته باشیم این چیز داشته باشیم حق اولویت هستی هست و رو باید اجرا شوه. چند بار عملی یک هستن حق تقدمی مساوی دارن، من و جمع یک دارن مساوی هستن و ضرب و تقسیم یک هستن. باز میگه اگر احیانا در یک عملی از دو تا از استفاده شوند کدام ایش اجرا میشه؟ میگه از طرف چپ هر کدامی که اول هستن اجرا میشه. پس در اینجا کدام اول اجرا میشه؟ ضرب سی دو ضرب جی دو میشه. بعد از او بعد از این که کار شد باز جمع نمیشه دیگه، درسته؟ بله اینی تقسیم اینی یه عدد تقسیم از این میشه. باز هر چی کنجا مانده بود یک ضرب از روشته بود جمع از روشته. صحیح است؟ فاهمیدین دیگه نه؟ آه دیگه یک عملی خیلی ساده است. خب یالی ما شما یه رو میریم مثلا شما وقتی که ساده میکردین از قوس و نیمکان تاوان اینا بیرون میکردین باید این کار میگید. ولی برای ما شما اجرا کرد منظوری از ما دیگر این بود که شما میتونید چندین عملیه را میکس استفاده کنید، ولی دیادتان باشه که امو حق تقدم امو چیزایی که شما در ریاضی سنتی هشت خاندین یا سنتی هفت خاندین یا دیگه در پایین تر اونا دیگه در نظر گرفتن میشه، دقیقا در نظر گرفتن میشه. صحیح است؟ بعد از این ما شما با ریاضی بسیار سرکار داریم دیگه. البته نیه او قدچی نیست که شما با دور یاد نداشته باشین، من برسان میگم خود کمپیوتر برسان اجرا میکنه، فقط هم قبول فاهمیم که چی اتفاق میتونه. خب بس است دیگه، باز ما شما از مینوهاش نخوندیم، فقط معرفی کردیم و اینی گفا مهمترینش هم اتفاقا همین هستن. شما اگر اینا رو یاد نداشتین نمو عملی هرم سه اجرا نمیتونیم، نمیفهمیم چی رقم من کدام جمع کدام ضرب کدام کنم چطور کافی کنم. کافی و پیست اشتای کنید دوستا، کانترول سی کافی در اینجا بان کانترول بی، یعنی علامه یعنی سلیکشن اگر ما در اینجا کلیک رو یک دفعه کانترول جی رفیدن که دی سلیکش شوند، درسته؟ همین سلیکشن ها یکان دفعه میمانه. و دیگه یک کافی دیگه که شما میکردین این تو انتخاب میکردی کنترل میگرفتی این طرف میموندی. صحیح است؟ تا یک مشکلی که ایجاد کرد چون در فرمول بود و فرمول ما و شما کافی رقم نمیتونیم دقیقا پیست میخوانیم که چی پیست چی را این رقم میشن چرا کلن این از وین هست. صحیح است؟ ما و شما اینجا پیست ما یک درسی مکمل پیست هست که فقط پیست کدن هم میگیم چرا رقم هست. و از هم درسی که شروع کردیم کارت کافی فارمت پینچر و پیست ساده خیلی آسان است میگیم برتون قدرگرد زیاد نداره. از خون
هدفون دینار زیاد نمیگیم بر شما، اینم زیاد نمیگم، اینا هم زیاد نمیگم، چیزی که ما شما زیادتر میخواین ملاین می نمیخوانیم، میریم سری نمبر روز دیگه. صحیح؟ بعد از درس نمبر اینا باز یک دفعه ما تست میخوانیم، تست یک درس.